با تشکر. آقای جهانسوز بفرمایید. با سلام و درود بر شورشگران جان بر کف کانون‌های شورشی در ایران. رهبری چیست و یک رهبر چه ویژگی‌هایی دارد؟ معمولاً مهمترین ویژگی رهبری را در داشتن درک صحیح از موقعیت فعلی و چشمانداز آینده و توان تصمیم گیری در بحران‌ها و تحت فشار با قاطعیت، ریسک پذیری و انعطاف پذیری ذکر می‌کنند. اما ما فراتر از تئوری مفهوم هدایت و رهبری را در یک مبارزه 40 و چند ساله تجربه کرده ایم. در بقای جنبش انقلابی در مقابل یک فاشیسم دینی که همه را یا کشت و ترور و نابود کرد و به لحاظ سیاسی یا خرید و تخریب کرد تجربه کرده ایم. در مقابل توطئه های بین المللی و 1001 فتنه دیگر راستی کدام جنبش انقلابی هست که به طور فعال 45 سال یا حتی نصف این زمان را در مقاومت دوام پیدا کرده باشد؟ آلترناتیف های ارتجاعی و استعماری با دود و دم زیاد سفارایی کرده بودند که همین مقاومت را از سر راه بردارند، اما مقاومت با هوشیاری و قاطعیت بر مواضع خود ایستاد و جای خود تکان نخورد. در همین یک سال فراخوان به خشونت پرهیزی و انقلاب مخملی و تغییر مسالمت آمیز در ایران گوشها را کر کرد و حالا بعد از یک سال کیست که نفهمیده باشد این رژیم تا روز آخر دست از کشتار بر نمی دارد و به زبان خوش کنار نمی رود و همه اون خشونت پرهیزی ها در خدمت رژیم و برای خونسا کردن قیام بود. در همین سال یک بار دیگر نشان داده شد که این استراتژی مجاهدین و ارتش آزادی بخش بود که جواب داده و کارکردهای کانونهای شورشی باعث شکستن جو خفقان در ایران و شعله بر نگه داشتن قیام 1401 شده است. همچنین معلوم شد که تا چه اندازه اصل نشاه و نشیخ که شورا از اول روی آن تأکید کرده درست بوده است و پافشاری مسئول شورا در همین یک سال بر این است تا چه اندازه ضروری بوده است. حالا هم پیمانان بچه شاه زبان گشودند که عملکردهای او چیزی جز تفرق افکنی به نفع رژیم نبوده و نیست. فرصت نیست و الا می شد لیست وقایع یک سال گذشته را باز هم ادامه داد. همه اینها امکان پذیر نشد مگر با رهنمودها و پیامهای آقای رجوی که نه تنها اجازه نداد توطئه های دشمن سفوم ما را متزلزل کند، بلکه به عکس امروز مقاومت ما بسا مستحکمتر، سرفرازتر و منسجمتر در مسیر پیروزی است. خانم رجوی، با صمیمانه ترین تقدیرها از شما و با درود به برادر عزیزمان مسعود که خدا او را برای مردم و مقاومت ما در رویارویی با این دشمن ضد بشری سلامت نگه دارد. با تشکر. با تشکر از شما. آقای ناهید بفرمایید. با درود خدمت شما خانم رجوی گرامی و یاران گرانقدر مقاومت ایران. قیام مردم ایران در سال 1401 چنان رعشه مرگ و وحشت سرنگونی بر رژیم خامنه‌ای مستولی کرد که بنابر ماهیت ضد بشریش برای گریز از آن مبادرت به جنگ نیابتی در غزه و ایجاد بحران در منطقه از یک سو و کشتار و اعدام مردم و رزمندگان آزادی در داخل میهن اسیرمان از سوی دیگر نمود. بر اساس آمار اعلام شده توسط خود رژیم طی سال 1401 متجاوز از 865 نفر از زندانیان عادی و سیاسی را اعدام نموده و در سال 1402 تعداد اعدام ها به طور متوسط روزانه
بالغ بر 6 نفر شده است. این تنها بخشی از جنایات این رژیم صفاک است که خودش اعلام نموده و یقیناً واقعیت بسا بیشتر از آن است. نقض فاحش حقوق بشر، کشتار اقشار اجتماعی از کولبران و سوختبران و اعتراض کنندگان به سرکوب و غارت دسترنجشان همچنان ادامه دارد و رژیم با فشار بر خانواده شهیدان قیام و تهدید و دستگیری آنها حتی مانع برگزاری مراسم یادبود این شهیدان می شود. گسترش سرکوب و اعدام تا آنجاست که از نظر ارگان‌های رسمی حقوق بشری رژیم در رتبه اول اعدام نسبت به جمعیت در جهان قرار دارد و مجمع عمومی ملل متحد و شورای حقوق بشر برای 70 بار آن را محکوم نمودند. نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد هر ساله گزارش نقض فاحش حقوق بشر و اعدام‌های گسترده را به مجمع عمومی و دبیرکل ملل متحد ارائه می‌کند. رسوایی این جنایت‌ها تا آنجاست که نمایندگان پارلمان‌های کشورهای آزاد جهان خواستار سپردن پرونده اعدام و نقض حقوق بشر رژیم به شورای امنیت ملل متحد شده و به خاطر اعدام‌های گسترده و قتل عام در قیام‌های مردمی سال‌های 96 98 و 1401 و به ویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 خواستار سپردن پرونده جنایات رژیم به دست عدالت شدند. مقاومت ایران در راستای استراتژی سرنگونی رژیم ضد بشری با تلاش‌های خستگی ناپذیر خود برای کشاندن رژیم به پای میز عدالت تا کنون سنگین ترین بهای ممکن را پرداخته و می پردازد. کنفرانس های مستمر مقاومت در آمریکا و اروپا و استرالیا که غالباً با سخنرانی های افشاگرانه شما خانم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت برگزار می گردد و دیدارهای وقف ناپذیر شما با شخصیت های سیاسی و پارلمانی کشورهای مختلف در کنار عملیات متحورانه و روزافزون کانونهای دلیر شورشی در داخل ایران رعشه مرگ را بر رژیم مستولی نموده و روز موعود و محتوم سرنگونی را در چشم‌انداز قرار داده است. با سپاس از شما. با تشکر. خانم عسل رضاپور بفرمایید. خانم مریم عزیز، اعضای محترم شورا، من در این فرصت می‌خواستم چند کلمه از احساس خودم رو نسبت به اینکه در این جمع هستم به شما بگم. من مثل خیلی از جوان‌ها ایرانو ندیدم، ولی خیلی خوشحالم که بعد از آشنایی با مجاهدین و با این جمع تونستم در راه آزادی ایران تلاش کنم. آشنا شدن با مجاهدین شانس بزرگی برای من بود و بعد از اون دیگه نمیتونستم به مشکلات مردم و جوانهای ایران فکر نکنم. من آرزو دارم که آزادی و این زندگی راحتی که من اینجا دارم جوانهای ایران داشته باشن و من تلاش میکنم که صدای سبا و نیکا و سارینا باشم. من از مجاهدین یاد گرفتم که در مقابل مشکلات مردم بی تفاوت نباشم و برای آزادی ایران مبارزه کنم. من از این جمع یاد گرفتم که میشه کارهای ناممکن رو ممکن کرد با میتوان و باید. نسل ما خیلی خوشبخته چون برادر مسعود رو داریم، رهبری شما رو داریم و هزاران مجاهد در اشرف سه و کانونای شورشی رو داریم. ما همگی دستمون رو به هم میدیم و برای آزادی کشور رو مبارزه میکنیم. ما از شما ایمان و باور گرفتیم و راه مبارزه رو انتخاب کردیم که در کنار جوانای ایران باشیم. خانم مریم عزیز، ما جوانات تا سرنگونی رژیم و آزادی مردم ایران در کنار شما هستیم. با تشکر از شما.
با تشکر از شما. آقای علی باقری بفرمایید. درود میفرستم به مسئول شورا و واقعا باعث افتخار من هست که این فرصت به من داده شد که در این جمع در حضور شما عزیزان فرصت داشته باشم چند کلمه صحبت کنم. به واقع تشکیل شورای ملی مقاومت به مانند یک گنجینه ملی و میهنی هست و حضور در این جمع برای من واقعا باعث افتخار بودن در کنار شما عزیزان. دکتر طاهرزاده که ما دانشگاه شیراز بودن، منم دانشگاه شیراز خوندم 30 سال بعد، ولی خب باعث افتخار من هست که در این جمع هستم در کنار شما عزیزان. هر کدومتون یک گوهر گرانبهایی هستید که نسل جوان ما آرزوی دیدار شما رو در ایران دارن. به عنوان یک جوانی که در ایران تحت حاکمیت آخوندها بزرگ شد، نه انقلاب 57 رو دیدم، نه دهه 60 رو، نه قطعنام 67 رو، و دوران کودکی و نوجوانیم در لجنزار اصلاحات از بین رفت، ولی وقتی با مواضع این شورا، با مواضع رهبری شورا، با مواضع سازمان مجاهدین آشنا شدم، تونستم به چیزی برسم که حداقلش اینه که شرمنده خودم نباشم. به واقع نمیدونم اگر شما نبودین، اگر رهبری شما، رهبری برادر مسعود و ایستادگی یاران شورایی در این 40 چند سال نبود، در کدام گوشی دنیا مشغول یا ملعبی چه دسیسه ارتجایی و استعماری بودم. و خوشبختم که شورای ملی مقاومت در این 44 سال که سنش از سن من هم بیشتر هست بوده یک دهه ایستاد، و فکر میکنم حضور ما جوانان در همین نشست نشون میده که مشعلی رو که شما 42 سال پیش در دست گرفتید، شعله‌ای شده در قلب همه این کانون‌های شورشی که دیدیم، و 100% میره که ایران رو از لوس وجود شیخ و شاه پاک بکنه. برای منی که در ایران تحت حاکمیت آخوندی بعد از انقلاب تحت اطلاعات نادرستی که پمپاژ میشد از دوران قبل از انقلاب بودیم، واقعا مرزبندی نشاه و نشیخ خیلی سخت و سنگین بود، و در قیام 1401 ایمان آوردم به این مسیری که شما پیش گرفتید، و مفتخرم که تونستم به عنوان یک هوادار کوچک این مقاومت و هوادار کوچک سازمان مجاهدین در صحنه های حضور داشته باشم که هر کدومش باعث افتخار من هست. گواهی میدم شورای ملی مقاومت برای پیشبرد جبهه همبستگی ملی به تمام هوادارانش اعلام کرد که بدون استفاده از آرم سازمان و تصاویری رهبری این شورا و تنها با پرچم شیر و خورشید در تظاهرات ها شرکت بکنند. و وقتی ما توسط وحوش سلطنت طلب یا عوامل رژیم مورد حمله و تهدید قرار می گرفتیم، هموطنان دیگری به حمایت از ما برمیخواستند، هرچند که توحش سلطنت طلبان باعث شد که قیام 1401 خاموش بشه، اما همون جور که قیام 1398 استراتژی کانون‌های شورشی رو تثبیت کرد، بهتون تبریک میگم که در قیام 1401 مرزبندی سیاسی این شورا، مرزبندی با دیکتاتوری و استبداد، مرزبندی نشاه نشیخ تثبیت شد، و فکر میکنم این شورا و این مقاومت آماده برداشتن خیز نهایی است. بسیار مفتخرم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید، بسیار سپاسگزارم به خاطر این مقاومت 40 چند ساله‌ای که داشتید. شاید همه تون از منم جوانتر بودید وقتی شروع کردین، ولی ما این راه رو ادامه میدیم. خانم رجوی، از شما به خاطر رهبریتون بی نهایت سپاسگزارم، از برادر مسعود بی نهایت سپاسگزارم. این چیزی نیست به جز یک گنجینه ملی و میهنی، و امیدوارم روزی مردم ایران این شانس رو داشته باشن که حضور تک تک شما رو در ایران ببینن. خیلی ممنون.